خیلی ها به این عقیدن که آرژانتین در این جام جهانی یعنی جام جهانی قطر قهرمان میشه و از حق نگذریم الان آرژانتین تیم خوبی هم داره. همین چند وقت پیش بود که اونا موفق شدن کوپا آمریکا رو ببرن و به همه نشون دادن که چقدر تیم خوبی هستن. به همین بهونه هم میخوایم بریم سراغ دلایلی که به خاطر اون فکر میکنن که آرژانتین این جام جهانی رو خواهد برد. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب کانال و همینطور فالو کردن پیج اینستاگرام ورزشاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خوب میریم سراغ دلیل اول، پیش بینی توسط EA Sports. دلیل اول این که همه میگن آرژانتین این جام جهانی رو میبره پیش بینی EA Sports هست. اونها یک شبیه سازی این تورنمنت رو در بازی فیفا 23 انجام دادن و این شبیه سازی کامپیوتری برده آرژانتین رو پیش بینی کرده. شاید خیلی ها با شنیدن این خبر بگن که این حرف شوخی هست و فوتبال واقعی با بازی کامپیوتری خیلی فرق داره. اما خب باید بدونین که EA Sports در 3 جام جهانی قبلی با همین شبیه سازی قهرمان جام جهانی رو درست پیش بینی کرده. بله، این بازی قهرمانی اسپانیا در سال 2010، آلمان در سال 2014 و فرانسه در سال 2018 رو کاملا درست پیش بینی کردن. کمپانی EA Sports نقاط ضعف و قدرت بازیکنها رو به شدت بررسی میکنه و بعد از اون هر بازیکن یک نمره میگیره و برای همین تیمها در دنیای کامپیوتری بسیار شبیه به دنیای واقعی هستن. پس امکانش خیلی زیاده که اونها این دفعه هم مثل دفعه های قبلی راست بگن، تازه این همش نیست. در این شبیه سازی لیونل مسی زننده گل فینال جام جهانی در مقابل برزیله. تازه مسی در این تورنمنت آقای گل و بهترین بازیکن تورنمنت هم میشه. لقب بهترین دروازه‌بان هم به دروازه‌بان آرژانتین امیلیانو میرسه. مقام بهترین پاسور هم به صورت مشترک به کریم بنزما، پیاتر زلینسکی و یکی از بازیکن‌های پرتغال میرسه. البته فیفا فقط تا حالا تونسته برنده جام جهانی رو درست حس بزنه، پس چیزای دیگه زیاد قابل اتکا نیستن. لیونل اسکالونی، آرژانتین بعد از یه عالمه تقلا بالاخره مربی رو پیدا کرده که واقعاً با تیمشون سازگاره. اگرچه لیونل اسکالونی چند سالی میشه که به این تیم اومده، اما خب کاملاً میدونه که چجوری ترکیب آرژانتین رو مدیریت کنه. اسکالونی در سال 2018 به جای خورخه سامپولی به اونجا اومد و قبلاً به عنوان دستیار او در تیم کار میکرد. او درک بسیار خوبی از تیم داره و برای همین تونست اولین کوپا آمریکای آرژانتین رو از سال 1993 تا الان ببره. الان هم هدفش اینه که بتونه اولین جام جهانی رو از سال 1986 تا الان ببره و اگر بتونه جاودانه میشه. نقطه قوت اسکالونی هم یه چیز خیلی ساده است، قابلیتی کنار اومدن با ستاره های تیم و گذاشتن تمرین های بسیار خوب و تکنیکی. او به همه نشون داده که از لحاظ تکنیکی بسیار قدرتمند هست و کارش رو بلده. او هدفش رو این گذاشته که به ستاره اصلی تیم یعنی لیونل مسی فرصت نشون دادن خودش رو بده و همزمان تیم بالانس خودش رو از دست نده. اسکالونی از اون مربی هاست که به حرف بازیکن‌هاش گوش میده و برای همین بود که مسی چند وقت پیش گفت که در ترکیب 4-4-2 اسکالونی بسیار احساس راحتی میکنه. اگر بازی‌های قبلی آرژانتین رو دیده باشید میدونید که مسی به همراه لاتارو مارتینز در ترکیب 4-4-2 در حمله بازی میکنه و بسیار هم میدرخشه. اسکالونی همیشه از بازیکن‌های خودش حمایت کرده و این حمایت او باعث شده که بازیکن‌ها بتونن به خوبی خودشون رو نشون بدن و با تیم احساس راحتی کنن. به همین خاطرم الان آرژانتین نه تنها کوپا آمریکا رو برده، بلکه 35 بازی بدون شکست رو میگذرونه که واقعاً آمار عالی هست. اونا با رکورد ایتالیا که 37 بازی بدون شکسته فقط چند تا بازی فاصله دارن و باید مرحله گروهی رو بدون شکست بگذرونن تا بتونن رکورد اونها رو بزنن. با توجه هم به اینکه گروه اونها اونقدر سخت نیست رو انجام بدن. لیونل مسی، صد البته که حضور لیونل مسی که خیلی ها میگن بهترین بازیکن تاریخه، توی هر ترکیبی یک امتیاز بزرگه. با توجه به فرم و وضعیت بسیار خوب او هم اوضاع برای آرژانتینی ها خیلی خوب به نظر میرسه. مسی در این فصلش برای پاریس سن ژرمن 12 تا گل و 14 تا پاس گل رو در 18 تا بازی داشته که آمار بسیار خوبیه. او در بازی های دوستانه قبل جام جهانی هم عالی عمل کرد و جلوی جامائیکا و هندوراس هم گلزنی کرد.
علاوه بر همه اینا مسی بدجوری میخواد جام جهانی رو ببره، چون از بین تمام افتخارات فوتبالی این تنها افتخاری هست که مسی اون رو نداره. برای همینم به نظر میاد که مسی در این جام جهانی از جون و دل مایه بذاره تا جام جهانی رو بالای سر ببره. علاوه بر این لیونل مسی اعلام کرده که جام جهانی قطر آخرین جام جهانی او خواهد بود که همین انگیزه او رو دوچندان میکنه. میشه گفت که بازی‌های مسی در PSG تمرین‌هایی برای این جام جهانی بوده و او الان آماده. مسی حتی توی قراردادش با پاریس سن ژرمن هم بندی گذاشته بود که بازی‌های ملی رو به بازی‌های باشگاهی ارجحیت میده و همه اینها جدی بودن مسی برای این جام جهانی رو نشون میده. ترکیب عالی آرژانتین. بالاخره بعد از 15 سال آرژانتین یک ترکیب عالی و متغیر پیدا کرده و اسکالونی در هر پستی انتخاب‌های بسیار خوب و فراوانی داره. در جام جهانی قبلی در عقب زمین فقط اوتامندی رو خوب و فوزینز از منچستر یونایتد و رومرو از تاتنهام اومدن که دست مربی رو بیشتر باز میذارن. داشتن دو و یا سه بازیکن برای هر پست آرزوی هر مربی هست و اسکالونی الان اون رو داره. ولی خب این قضیه اصلا برای لیونل مسی صدق نمی کنه، چون اگر آرژانتین یکی دیگه مثل لیونل مسی داشته باشه باید همین الان جام جهانی رو بهشون تقدیم کرد. ولی خب در کل داشتن یه عالمه بازیکن آماده یک چالش دیگر رو برای اسکالونی ایجاد کرده و اون اینه که چطور ترکیب اصلی رو به زمین بفرسته. برای مثال او برای دفاع چپ دوتا گزینه عالی داره، آکونیا و تالیفیکو، و یا اینکه در بال راست کی بازی کنه، دیماریا و یا پاپاگاماس و یه عالمه انتخاب دیگه که کار رو برای اسکالونی چالشی میکنه. اما خب این یک چالش خوب هست و مطمئناً اسکالونی یک تیم بسیار خطرناک و آماده رو به داخل زمین خواهد فرستاد. اتمسفر داخل تیم. اگر کسی بخواد حس بزنه که آیا یک تیم موفق میشه یا نه، باید به کمپ تمرینی اونها بره و فضا و مود اونجا رو بررسی کنه. اگر بازیکن‌های یک تیم انرژی خوبی نسبت به همدیگه داشته باشن و بخوان با همدیگه همکاری کنن، مود خوبی برقرار هست و احتمال موفقیت اون تیم زیاده. تیم‌هایی که رهبر خوبی دارن و بازیکن‌های اون حاضرن برای همدیگه هر کاری بکنن خیلی خطرناک هستن و آرژانتین یکی از همون‌هاست. اگرچه همه تیم‌ها برای جام جهانی انگیزه دارن، اما خب اگر به رابطه بین اعضای تیم ها نگاه کنیم، آرژانتین یکی از دوستانه ترین ترکیب ها رو داره. اگر در فضای مجازی اکانت این بازیکن ها رو ببینید متوجه میشین که چقدر با همدیگه صمیمی هستن. اونها دائما عکسایی از تمرین هاشون با همدیگه منتشر میکنن و میشه فهمید که چقدر با همدیگه و مصمم هستن. اتمسفر تیم آرژانتین بسیار خوب و تشنه موفقیت هست و برای همین برای هر بازی آماده هستند. علاوه بر اون همه تیم به لیونل مسی به عنوان رهبرشون احترام میذارن و حاضرن هر کاری بکنن تا او موفق بشه. اونا همگی پشت لیونل مسی هستن و میخوان که او جام جهانی رو ببره و دیگه بدون هیچ حرف و حدیثی تبدیل به بهترین بازیکن فوتبال تاریخ بشه و به عنوان یک آرژانتینی به او افتخار کنن. خب نظر شما راجع به این چیزایی که گفتیم چیه و به نظرتون آیا آرژانتین موفق میشه این جام جهانی رو بالای سر ببره و یا نه برنده یکی دیگه است؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.